امروز آمدیم در این محله توریستی مرکز لندن سری به این ساختمان اسرارآمیز بزنیم. مقر فراماسونری انگلیس و به گفته بعضیا کانون فراماسونری جهانی. فراماسونی به لیدرهای اجتماع نگاه می‌کنه، چون طریقه نفوذش درای بهتر کردن اجتماع از طریق آموزش لیدرشیپ رهبران جامعه است. فراماسونری، بزرگترین تشکیلات مخفی جهان، امروز در ایران حضوری رسمی و فعال ندارد. فراماسون‌ها با انقلاب اسلامی در ایران یا فرار کردند یا اعدام شدند به اتهام جاسوسی. تشکیلاتی که همه کارش مخفیه، این که نمیاد مدارک به دست من و شما بده که با چه کار داشتیم میکردیم. فراماسون ها مدتی است که سعی دارند مخفی کاری های گذشته را کنار بگذارند و درهای این ساختمان را به روی خبرنگاران و دوربین های تلویزیون باز کنند. آمدیم ببینیم در این ساختمان چه میگذرد، فراماسون ها چه کسانی هستند، چه میخواهند و چرا در ایران سابقه طولانی دارند. جان همل یکی از سخنگویان ارشد لوژ بزرگ انگلستان و مورخ فراماسونری است. او اینجا را معبد بزرگ توصیف می کند و می گوید این محل برگزاری جلسات لوژ بزرگ انگلستان است که تقریبا هر دو هفته یک بار برگزار می شود. کرسی مقابل ما محل نشستن استاد اعظم است که در حال حاضر والا حضرت دوک کنت است، پسر عموی ملکه. از گونیا و پرگاری که آورده اید تشکر میکنم. سقف هم نشانی از عظمت سالن است که در مرکز ساختمان در سال 1935، تقریبا سه ربع قرن پیش ساخته شد. در چهار گوشه سقف که با سرامیک های ظریفی ساخته شده اشکالی دیده می شوند که نمادی هستند از چهار اصل اخلاقی فراماسونری، یعنی بردباری، انصاف، احتیاط و اعتدال. آقای حمل از مراسمی صحبت می کند که در آن اعضا به درجه به قول او استاد بنا ترقی می کند. مراسمی که نمادی هستند از قصه معبد سلیمان در انجیل عهد عتیق. او میگوید حدود 350 سال پیش بنیانگذاران فراماسونری انجیل را منبعی برای انتخاب سمبل ها قرار دادند. سمبل هایی که از آن در تشریفات مراسم پنهانی و خصوصی فراماسون ها استفاده می شود. ستاره داوود اینجا ارتباطی با مذهب یهود یا کلیمیان ندارد و تنها ارتباطی که وجود دارد این است که کلیمیان هم می توانند عضو فراماسونری باشند. اینجا هم تصاویری از اوکلیدوس و فیثاغورس، بزرگان علم هندسه و ریاضی که معماران جهان، پدران بنیانگذاران فراماسونری، دقت محاسبه های خود را مدیون آنها بودند. تک چشم هم اشاری به خدای یگانه است که همه چیز را زیر نظر دارد. ستاره پنج پر هم که رأس آن به طرف بالاست، سمبل شادی و تندرستی است. شما این سازمانتون را، سازمان فراماسونری را چگونه توصیف میکنید؟ شاید بهترین تعریف از فراماسونری این باشد که سازمانی است که مردان خوب را برمی‌گزیند و از آنها شهروندان بهتری می‌سازد. باقر هیئت، استاد اعظم فراماسونری، بالاترین مقام این تشکیلات در آمریکا است. او که نزدیک به 50 سال پیش در تهران به فراماسونری پیوست، از زمره بنیانگذاران لوژ ایران در تبعید است که بعد از انقلاب ایران در آمریکا تأسیس شد. فراماسونی مدرن در زمانی ایجاد شد که دوران روشنایی در اروپا پیدا شد، دوران قرن 18
که بهش میگن The Age of Enlightenment، دوران روشنایی. بنیاد فراماسونی چند تا چیزه. یکی این که بایستی کاراکتر و اخلاق بسیار نیکی اون شخص داشته باشه. دوم این که بایستی اعتقاد به خدای یگانه داشته باشه، نه خدای و خصوص، خدای یگانه که در فراماسونی بهش میگن معمار بزرگ جهان، سازنده بزرگ جهان. فراماسون ها میگویند ریشه در بنایان و سنگ تراشانی دارند که بعد از حریق بزرگ لندن برای بازسازی شهر اینجا جمع شدند. حریقی که نزدیک به 400 سال پیش بخش بزرگی از این شهر رو به خاکستر تبدیل کرد. حریق بزرگ لندن در یک نیمه شب سال 1616 در یک نانوایی شروع شد و به سرعت نیمی از شهر رو به آتش کشید. بعد از حریق دولت کوششی را آغاز کرد برای بازسازی شهر و معماران، سنگ تراشان و بنایان از گوشه و کنار کشور و حتی از سایر نقاط اروپا جذب لندن شدند و هسته های اولیه صنف سنگ تراشان و معماران را تشکیل دادند که بعدها تبدیل به فراماسونری شد، یا به قولی بنایان آزاد. فراماسونری جامعه سری است. در جامعه سری نه کلوب، نه حزب، نه یه جمعیت که افراد نامنویسی کنن وارد بشن، بلکه افرادش رو برمیگزینه، میره دنبال طبقه الیت جامعه، طبقه ممتاز، ممتاز جامعه، در هر ردیفی میخواد باشه. در ما در فراماسونی میگیم که اگر یه کسی لولیکش باشه، صنفکار باشه، ولی لیدر، رهبر اون صنفش باشه، اون شخص شخص ورزیده، شخص بارزی است، برای اینکه اون میتونه جامعهش رو تأثیر بذاره. فراماسون ها میگویند 5 نفر از پادشاهان گذشته بریتانیا، 10 نفر از رؤسای جمهوری آمریکا و از جمله جرالد فورد، تعداد زیادی از رهبران کشورها از جمله وینستون چرچیل و عباس هویدا، بازیگران سینما از جمله جان وین و گلن فورد و بعضی از برجسته ترین نوازندگان و آهنگسازان از جمله موزارت فراماسون بودند. Frankly, I'm worried about the success. امروز نزدیک به 60% از حدود 6 میلیون فراماسون‌های دنیا در آمریکا هستند، کشوری که فعالیت فراماسون‌ها در آن علنی‌تر است. این یک فیلم تبلیغاتی آنها در تلویزیون آمریکا است. گوینده از بنیانگذاران این کشور میگوید آمریکا به رهبران تازه نیاز دارد، چیزی که فراماسون‌ها می‌توانند ارائه کنند. آقای هیئت استاد اعظم لوژ واشنگتن و استاد آیین و تشریفات فراماسونری است. این پیشبند نشانه صنفی و کار کردنه، یعنی ماسون‌ها همیشه در کار هستند، مثل یک کارگر. این است که پیشبند می‌بندند. گونیا و پرگار می‌دونید که سمبل فراماسونیه. گونیا تمام چیزهای زمینی رو نشان میده، پرگار چیزهای آسمانی رو، چون پرگار دایره رسم می‌کنه. دستکش سفید علامت بیگناهی است و پاکی است و ماسون ها همیشه در لوش که هستن دستکش سفید دستشون میکنن و این هم بازم گونیا پرگار و در وسط گونیا پرگار هم کلمه خداوند. یک صبح روز شنبه در یک سالن کوچک در ساختمان لوژ بزرگ انگلستان، پیشکار لوژ هایگیت، این سالن رو یا به قول فراماسون ها این معبد رو برای جلسه آماده میکنه. انجیل برای اعضای مسیحی، قرآن برای اعضای مسلمان و کتاب آسمانی سیک ها. جلسه معمولاً پشت درهای بسته در خفا برگزار می شود، اما امروز فرصتی استثنایی فراهم شده تا از مقدمات جلسه فیلم بگیریم و با اعضا که عضویتشان را معمولاً مخفی نگاه می دارند صحبت کنیم. می دونید که اینا خیلی گرون هستند. چندن مثلا؟ حدود 200 پوند هستند. خیلی گرونند. گرمی و صمیمیت بین اعضا چشمگیر است.
این هم فرم دست دادن فراماسون ها، یکی از راههایی که آنها یکدیگر را شناسایی میکنند. ظاهراً انگشت شست باید بر روی استخوان میانه پنجه دست طرف مقابل قرار بگیرد. جزئیات چگونگی دست دادن از رموز فراماسونی نیست. اگر این سر رو به شما بگم دیگه سری نمیمونه. چیز دیگه ای نمیتونم بگم. اینجا خبری از زنان نیست. فراماسونری سنتاً یک تشکیلات مردانه است با مراسم و آیین‌هایی که از دورانی باقی مانده که زنان حقوقی نداشتند. آنچه که در پشت در در جلسات فراماسونری می‌گذرد سری است، اما این فیلم قدیمی قسمت مقدماتی مراسم ورود یک تازه کار به جرگه فراماسونری را نشان می‌دهد. این مراسم اما راه به جاهای عجیب و غریب هم می‌برد. مثلا مرد تازه کار از نیمه بالای بدن لخت می‌شود و در حالی که چشمان او بسته است بعضی از فرضیات یا مراسم را به جا می‌آورد. این طرح‌هایی را که می‌بینید از کتاب یک آمریکایی گرفته شده که حدود 200 سال پیش بعد از خروج از فراماسونری رموز آنها را در آن فاش کرد. این شخص بعدها به طور مرموزی سربنیست شد. بعد از جلسه از یکی از اعضای لوژ که یک جوان ایرانی است و نمی‌خواهد شناخته شود پرسیدم در جلسه چه گذشت. ما مراسممون رب داره که کی چه به چه مرحله میرسه. ما امروز دو تا مراسم مختلف داشتیم و این کارهایی بود که ما امروز کردیم. فکر نمی‌کنم بیشتر بتونم راجبشون توضیح بدم. بیشتر نمیخواید راجب جزئیات مراسم توضیح بدید؟ این جزء اسرار اعضای فراماسونه؟ بله دیگه، تا یه حدی میشه گفت. و ما دوست داریم اینا اینجوری نگه داریم. فقط میتونم بهتون بگم کاری که ما امروز کردیم نه کار سیاسی بود و نه کار ضد مذهبی بود، ولی چون مثل هر شرکتی که دایرکتوراش، مدیرانش هر کاری که میکنن پشت در بسته است، ما هم کارامون دوست داریم برای خودمون خصوصی نگه داریم. محقق برجسته تاریخ معاصر ایران میگوید ایرانی ها از همان ابتدای پیدایش افکار فراماسونری در اروپا که از ایده آزادی، دموکراسی و حکومت قانون در انقلاب فرانسه حمایت میکرد به طرف فراماسونری جذب شدند. روشنفکران و مردمی که به خارج از کشور میومدن کار اداری داشتن یا مخصوصا تحصیل بکنن، فکر میکردن اگر اندیشه همینا رو به ایران هم منتقل بکنن میتونن یک تحولی در جامعه ایران به وجود بیارن. به همین جهت با نگاه بسیار مثبت به این دنیا توجه میکردن. تا هنگامی که ناصرالدین شاه فعالیت‌های به سبک فراماسونری را در ایران رسماً در سال 1278 منع کرد، این فعالیت‌ها علنی بود. ادیب الممالک یه مثنوی میسازه بلند و مفصل در ستایش فراماسونی و سه چیز رو در فراماسونی اهمیت میده که دو آزادی و برابری است، سومین پایه برادری است. این شعرها رو سریع میگن. علت ممنوعیت فعالیت این مجامع هم در همان زمان همین ایده های تجدد خواهی بود. اون روحانی مجتهد بزرگ عصر یعنی کنی یه نامه بهش نوشت که به شاه که این کلمه قویه آزادی که اینا دارن میگن اساس دین و دولت و مارش کار میکنه برباد میده، هم مخالف حکومت خود هم مخالف اسلام. و اونا هم دلائل شاه که بیشتر دلائل سیاسی داشت و خب البته ناصرالدین شاه از روحانیان هم حساب میبرد و حرفشون باید گوش میداد، پیش خودش فکر کرد یه عده اومدن دارن صحبت قانون میکنن تو مملکتی که قانون نبود. ناصرالدین شاه پادشاهی بود که هر کاری که دلش میخواست میکرد. خب معلومه که نمیخواد که یه آدم مستبد نمیخواد که با قانون چیکار کنه، تن در بده.
تنها در دوران محمد رضا شاه دوباره و این بار به طور رسمی لژهای مختلفی که وابسته به لژهای مادر بودند فعالیت‌هایشان را آغاز کردند و گسترش دادند. تاریخ فراماسونری در ایران را اسماعیل راین در کتاب سه جلدیش که در سالهای آخر حکومت شاه چاپ شد به تفصیل شرح داده. دورانی که فراماسونری با بالا گرفتن فساد در ایران تداعی می شود. چاپ این کتاب با عکس‌ها و اسناد نادرش به بحث‌های زیادی دامن زد درباره اینکه چرا رژیم شاه که نشر کتاب را سخت در کنترل داشت اجازه انتشار این کتاب را داد. کتابی که در آن راین فراماسون‌ها را عوامل انگلیس می‌داند و اکثر آنها را که اغلب در رأس حکومت ایران بودند وطن فروش، جاسوس و خائن. این کتاب بسیار به اصطلاح مفیدی است از نظر اسناد ماسونی، از نظر اطلاعاتی که راجع به ماسونی داده میشه. تن ایرادی که من دارم این است که این کتاب متاسفانه با یک دید خاصی نوشته شده، یعنی دیدی که منفی نگاه کرده به ماسونی. اگر به صورت نه مثبت نه منفی، بلکه به صورت در واقع یک بی‌طرفانه و محقق فقط نگاه میکرد و قضاوت رو به دیگران واقع میگذاشت. به این دلیل من عقیدم این است که هر کسی این کتاب ها رو میخونه بایستی مراجع دیگر رو هم، منابع دیگر رو هم نگاه کنه، به خصوص منابع خارجی رو. سرنخ ارتباط سازمانی و تقریبا 100 سالی فراماسونری رو با ایران باید اینجا در شهر ادینبرا یا به قولی ادینبورگ جستجو کرد، شهری که محل استقرار لوژ بزرگ اسکاتلند است، یکی از سازمان‌های اولیه و مستقل فراماسونری که شعبات یا لوژهای زیادی را در سراسر جهان ایجاد کرده است و از جمله در ایران. اعضای لوژ بزرگ اسکاتلند که برای اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس به جنوب ایران رفته بودند، بنیانگذاران اولین لژهایی بودند که در ایران رسما ایجاد شدند. لژهایی که با لژ مادر یا لژ بزرگ اسکاتلند ارتباط داشتند. لرد الگین سالها بالاترین مقام لژ بزرگ اسکاتلند بود. او در دهه 1960 برای ملاقات با شاه ایران به ایران سفر کرده بود، درست در همان زمان که لژهای فراماسونری در ایران با آگاهی رژیم فعالیت‌های گسترده‌ای آغاز کرده بودند. شاه ایران که خودش هیچ وقت عضو فراماسونری نبود، برخلاف پدرش رضا شاه مخالفتی هم با فعالیت‌های لژهای فراماسونری نداشت. این گوشه ای از خاطرات لرد الگین از دیدارش با شاه ایران. شاه ما را از میزش به طرف مبل‌هایی هدایت کرد که در کنار اتاق بود. او خیلی صمیمی بود. صحبت‌ها از فراماسونری در اسکاتلند شروع شد و به هیولای لاخنس، عجایب قوانین اسکاتلند، اسکی، ماهیگیری و قایقرانی کشید. اما او بعداً یک دور دیگر به سوالات مشخصی درباره فراماسونری برگشت. لرد الگین در دیدارش با جعفر شریف امامی، رئیس وقت مجلس سنا و بالاترین مقام فراماسونری در ایران، از شنیدن وسعت فعالیت‌های فراماسونری در ایران تعجب کرده بود. He made a somewhat startling statement. او حرف تعجب برانگیزی زد. او فاش کرد که 1/3 اعضای مجلس سنا فراماسون هستند و به خواست او هم فراماسون شدند. گفت احساس می‌کند که تنها فراماسونری باعث گسترش افکار لیبرالیستی و غیر خودخواهانه در میان طبقه حاکم شده است. در سالهای 1950 سه تا گراند لوژ شروع کردن در ایران لوژهای قانونی درست کردن، چون قبلا هم لوژ بود. افراد ایرانی که آمده بودن ماسون شدن در خارج، وقتی به ایران برگشت شدن لوژ تشکیل دادن. ولی لوژ قانونی وقتی تشکیل میشه که یک گراند لوژ شناخته شده از خارج بیاد اون لوژ رو در یه منطقه آزاد تشکیل بده. منطقه آزاد منظور اینه که توش فراماسونی قانونی وجود نداشته باشه. فرانسوی‌ها، آلمان‌ها
و اسکاتلندی ها. این سه تا گراند لوژ آمدن در ایران لوژ تشکیل دادن که یکی از اون لوژ ها لوژ مولوی بود. لوژ مولوی افراد معروف توش زیاد بودن. کیا بودن؟ فروغی، امام جمعه تهران، خیلی ها بودن، همین دکتر هوشنگ زلی، امامی، شریف امامی. شریف امامی نه، در لوژ آلمان ها بود. آقای شریف امامی در لوژ آلمان ها بود. بعدن که ادغام شدن این لوژ ها با هم دیگه، آقای شریف امامی شدش استاد اعظم. آقای هویدا هم آقای هویدا در لوژ فروغی بود. لوژهای مختلف را در ایران جعفر شریف امامی در یک لوژ بزرگ ادغام کرد، یک لوژ مادر، لوژ بزرگ ایران. وقتی که لوژ بزرگ ایران به وجود آمد رسما، ما نزدیک 2000 خورده فراماسون در لوژها وجود داشتند و در زمان پیش از انقلاب 3300 تا فراماسون ما داشتیم. جهانگیر بهروز در آخرین سالهای سلطنت شاه در تهران روزنامه نگار بود و بسیاری از شخصیت‌های حکومتی را از نزدیک می‌شناخت. او می‌گوید تشکیلات فراماسونری در ایران دستاویز حکومت انگلیس قرار گرفت. به نظر من در اساس فراماسونری یک نهضت مترقی بوده که مبارزه طبقات متوسط علیه استبدادهای سلطنتی یا چیزهای دیگه منعکس می‌کرده. ولی بعداً مورد استفاده جاسوسی قرار گرفته. اینکه الان هست به نظر من اون شق دومشه، یعنی فراماسونی اول الان دیگه تحت شعا قرار گرفته به نسبت به فراماسونی تشکیلات سیاسی و جاسوسی، الان زیاد قابل اعتماد نیست به نظر من. چه مدرکی دارید که ثابت کنه که اینها جاسوس بودن یا جاسوسی میکردن برای انگلیس؟ تشکیلاتی که همه کارش مخفیه، در انسیکلوپدی بریتانیا نوشته وسیع ترین تشکیلات مخفی دنیا، لابد دیدید. این که نمیاد کارش آشکار مدارک به دست من و شما بده که ما چه کار داشتیم میکردیم و یا دستور بده که آقای شریف امامی برای ما جاسوسی بکنیم، این کار که نمی کنیم که چیزی به دست نمی دن. نظر من اینه که این اصلا واقعیت نداره، زیرا اگر یک چنین چیزی حقیقت داشته باشه نمیشه گفتش که فقط دولت انگلیس از طریق فراماسونی در ایران اعمال نفوذ میکنه. پس اون وقت باید معتقد باشیم که تمام ممالک که خودشون همسط انگلیس هستن و فراماسونی با این قدرت در اونجا مشغول هستش، اونها هم مهره‌های انگلیس هستن. ماه ژوئن سال 1992 میلادی، جشن 270مین سالگرد تأسیس لوژ بزرگ انگلستان. فراماسون ها از گوشه و کنار دنیا در یکی از سالن های بزرگ لندن اجتماع کردند. این اولین باری است در تاریخ فراماسونری که اعضا در جلسه‌ای به طور علنی جمع می شوند. هدف این بود که شهرتی را که فراماسون ها به خاطر فعالیت مرموزشان به عنوان یک سازمان مخفی کسب کردند از خودشان دور کنند. شهرت ایجاد سازمان‌هایی در دل سازمان‌های اداری و اجتماعی برای تأثیرگذاری بر روند عادی کار در این سازمان‌ها. من نمی‌گویم که در آینده همه جلساتمان باید به همین شکل علنی باشد. ولی اگر گاهی مثلا هر 25 سال یک بار مردم بتوانند خودشان ببینند که فعالیت‌های معمول ما همانطور است که می‌گوییم، شاید نگرانی‌هایشان برطرف بشود و قبول کنند که جلسات خصوصی ما تنها نشان از تمایل ما به حفظ حریم خصوصی ما دارد. اما این جلسه هم کمکی به شهرت فراماسونری نکرد. در انگلستان و در بسیاری از نقاط دنیا این نگرانی وجود دارد که فعالیت‌های مخفیانه سازمانی که احیاناً قدرتمند هم هست تنها می‌تواند منشأ فساد باشد. این نگرانی ها حتی در انگلستان به حدی بود که در سال 1997 کمی بعد از روی کار آمدن تونی بلر،
حزب کارگر تحقیقی را در پارلمان درباره فعالیت‌های فراماسون‌ها شروع کرد، به خصوص درباره احتمال اعمال نفوذ آنها در دستگاه قضایی و پلیس. سخنگویان فراماسونری اینجا از افشای اسامی اعضایشان در رده‌های بالای پلیس در کشور خودداری می‌کنند. اما تحقیقات کمیته مشترک پارلمان نشان داد که بخش قابل توجهی از قضات و مقام‌های قضایی و تعداد زیادی از افسران ارشد پلیس فراماسون هستند. این کمیته پارلمان در گزارشش گفت که فراماسون‌ها تأثیری منفی بر زندگی مردم در بریتانیا دارند. به نظر من تحقیق کمیته ویژه پارلمان تا حدی انگیزه سیاسی داشت. من تعجب می کنم که چگونه یک کمیته عالی پارلمان می تواند به افسانه هایی دامن بزند که همین کمیته نتوانست مدارکی برای آن پیدا کند. آنچه که در این ساختمان در پشت درهای بسته می گذرد شاید توطئه نباشد و تنها محلی باشد برای عده‌ای که می خواهند به طور سری از طریق گسترش شبکه ارتباطیشان دوستان زیادی در سطوح بالا داشته باشند. اما مخالفان فراماسون ها می گویند در یک دموکراسی جایی برای یک سازمان مخفی وجود ندارد.